مراقب باشید، برید کنار. داداش فاروق، آقا فاروق حالتون خوبه؟ داداش فاروق یه لیوان آب بیارید. تو کی هستی؟ سرایا کاری هم دوست داشتی؟ پسرم خوبی؟ عزیزم خوبم، چیزی نشده. خوبم خوبم عزیزم. ای بیک عزیزم حالت خوبه؟ ای بیک دخترم خوبی؟ یه لیوان آبی. آروم باش دخترم، آروم باش دخترم. ای بیک دخترم خوبی؟ حالت خوبه عزیزم؟ یه لیوان آب بیار. آروم باش دخترم، آروم باش. برو تو ماشین، سوار شو. اطرافو خوب بگردین. دوستان، خانواده برانو از سالن خارج کنین. خدا رو شکر به خیر گذشت. من نمیدونستم این پسر چه نیتی داره. همون روزم که دیدمش بهش شک کردم. آقا فاروق، من دیروز اونو جلوی در خونه دیدم. دنبال یه آدرس میگشت. همون موقع هم ازش خوشم نیومد، ولی سرایا خانم، باید باهاتون حرف بزنیم. الان وقت مناسب نیست. باشه برای من. آقا فاروق، یه سویت آماده کردیم. میتونین خانواده رو ببرین اونجا. عثمان داداش، چیه؟ بریم تو اتاق. چرا بریم تو اتاق؟ مهمونا چی میشن؟ عروسی چی میشه؟ پاشو عزیزم، پاشو بریم. پاشو دخترم، پاشو عزیزم. مراد آسانسور رو بزن. مراد جانم. داداش حواست باشه، همه که جمع شدن ببرشون خونه. منم با عاکف میرم کلان. باش. هم منم باهات میام. نه، تو با خالت میری تو اتاق. باشه. بیا سرعی، بیا بیا زنده داداش. بریم دیگه. میدونم باها چی کار کنم. اسما خانم ببخشید، معذرت میخوام. من واقعا عاکف، هیچی نگو. حتی با تو هم حرف نزد. آب قند درست کردم، بخورین براتون خوبه. برو گم شو. ایپک جان آروم باش عزیزم، تموم شد. واسه من تموم نشده، هیچی تموم نشده. عروسی من تو ذهنم همینجوری میمونه. آروم ایپک، آروم باش.
تقصیر تو بود، همش تقصیر تو بود. تو زندگی منو خراب کردی، تو همه ای آرزوهای منو خراب کردی. دلم کن، معذرت میخوام فکرت، معذرت میخوام. اپک عزیزم بیا بریم تو بالکن. نمیخوام. برین سوار ماشینا بشین، برمیگردیم خونه. ماشینا حاضرن، بفرمایید. ایپک شهاب، ما بریم خونه. ایپک با ما میاد، از حالا به بعد باید پیش شوهرش باشه. اسما، عروسی خراب شد، عقدشون خونده شده. کیمت جون، نظیف شما رو میرسونه، هر وقت دوست داشتین میتونین بیاین عروس منو ببینین. کیمت، کافیه بریم. پاشو بریم سریا، پاشو بریم. کجا پاشم برم خاله جون تو این وضعیت؟ میخوام برم کلانتری. ای خدا، باورم نمیشه که اینقدر احمق باشم. صد دفعه بهت گفتم میخواد انتقام بگیره، ولی تو نخواستی بشنوی سریا. خاله جون زشته، مگه دروغ میگم؟ خیلی خوب، من میرم. سب کن ببینم عزیزم چی میگی سریا؟ با این لباسا میری کلانتری؟ بیا بریم خونه عزیزم. همینجوریشم تو خونه رامون نمیدن، تو رو خدا دیگه جلوی چشممون نباش، خواهش میکنم. بریم عزیزم، بیا بریم. بفرمایید رئیس، این پرونده هم هستن؟ یه پرونده دیگه هم داره. تو استانبول هم که بهتون چاقو زده. مشکلتون با این آقا چیه؟ هیچ خصومتی ندارم قربان. این پسره یه روانیه. قبلا منو با چاقو زد، شما نتونستید دستگیرش کنید. امشبم که اومد عروسی ما به هم زد. یعنی دلیلشو نمیدونی. فعلا تو بازداشتگاهه. وقتی ازش بازجویی شد دلیل این کارشو میفهمین. به پاسپورت خبر دادین؟ اونا تو راهن قربان. وقتی از مجرم بازجویی کنیم، پرونده‌اش میره دادسرا. اونجا هم حکم زندان بهش میدن. هر کاری که لازمه بکنین لطفا. چشم قربان. بهتره دیگه بریم آقا فاروق. نگران نباشین، دوستان پیگیری میکنن. من باید ببینمش. پس چرا پاسپورت نمیاد؟ عجله داری؟ اوه، ببین کی اومده اینجا. تو کی هستی؟ به چه حقی مراسم من خراب کردی و رو زنم اسلحه کشیدی؟ برو از زنت بپرس پسر دایی. میکشمت عوضی فاروق. خدا میکشمت کثافت. روت خیلی زیاده ها. میخواستم یه شب فراموش نشدنی باشه، بد کردم. سریام که تا ابد یادش میمونه. آشغال چی داری میگی؟ میتونستم بکشمت، فقط برو دعا کن که هنوز اینجایی، ولی تاوانشو پس میدی. به این راحتی ها نمیای بیرون. واسه مهم نیست، به سریا هدیهشو دادم. دوندهان کثیف تو، میخوای بمیری نه؟ میخوای به دست من بمیری کثافت؟ بس دیگه فاروق، آروم باش، آروم باش. آقا فاروق خواهش میکنم بشینین لطفا. آقا معذرت میخوام. ایپک چیه؟ میخواستم ببینم حالت نیستم. خوبه؟ خوب نیستم، عروسیم خراب شد، آبروم رفت، حالم خوب نیست. ایپک متاسفم،
من واقعا نمیخواستم اینطوری بشه. برای چی متاسفی؟ تاسف تو چی به درد میخوره؟ چی عوض میکنه ها؟ ولم کن. اسما خانم، میدونم خیلی ناراحتی، اما من واقعا نمیخواستم اینطوری بشه. من تو رو نمیخواستم، ولی اومدی. فکر نکن موندگاری. وجود نحس تو از این خونه بردار و برو گم شو. بیا بیا بریم. بیا، هوا خیلی سرده ها، مریض میشی. منتظر فاروق میمونم. باشه. من بیدارم، اگه کاری داشتی حتما بهم بگو. باشه. تو تنها نیستی، من کنارتم. سریا؟ نمیتونم. نمیتونم یه تیکه از این خونه بشم. همیشه همه چی رو خراب میکنم. این حرف رو نزن دیگه سریا. وقتی تو گفتی فکر کردم از پسش برمیام. به خودم اعتماد کردم. فکر کردم عشق و دوست داشتن که باشه کافیه، ولی نمیشه. کافی نبود. همه رو اذیت کردم، زندگی همه رو خراب کردم. انگار همه چی خلاف منه. این اتفاقا تقصیر تو که نیست سریا. تو از کجا میدونستی قرار اینطوری بشه؟ خب باید میدونستم. من باید میفهمیدم. باید میفهمیدم. نباید میذاشتم. نباید میذاشتم. سریا؟ مصطفی چرا ناراحتی؟ نورگل، من این پسره رو قبل عروسی دیده بودم، ولی نفهمیدم. نفهمیدم. شوخی نکن. پس معلومه از قبل داشته نقشه میکشیده، همه چی رو برنامه‌ریزی کرده. گوش کن، نباید اسما سلطان اینو بفهمه. باشه، وگرنه میگه شما که دیدین چرا به هم نگفتین، هممونو بیچاره میکنه. تا
درست آبجی. باده جونا. ها برو ببین اینا چیزی لازم ندارن آبجی جونا. دخترم بی سر و صدا برو، کارتم که تموم شد بیا پایین. چشم آبجی. چوب خدا که صدا نداره. وقتی میخوای واسه خود نمای عروسی اینجوری بگیری، اینجوری هم آبروت میره دیگه. ایپک بس دیگه عزیزم، اینقدر گریه نکن، خودتو از بین بردی، خواهش میکنم. مگه از سر خوشی گریه میکنم؟ اعصابم به هم ریخته است. من الان باید تو عروسی میرقصیدم. عروسی من بود، عروسی شبی که سالها آرزوشو داشتم. ببین به چه روزی افتادم. عروسی ما بود. آخه چرا اینطوری شد؟ نمیتونم نفس بکشم، دارم خفه میشم. میدونم حق داری، حق با توه، ولی اتفاقی که افتاده. در عوض من کنارتم، تو خونه خودتی، تازه امنیت داری. بذار کمکت کنم. خودم باز میکنم. ولی دستت نمیرسه. آقا فکرت چیزی لازم ندارین؟ چرا؟ کمک کن لباسمو در بیارم. چرا وایستادی؟ بیا دیگه. من میرم پیش مادر. همین الان یه بار دیگه بگو این پسر کیه؟ چی؟ به چه حقی یه نفر باید به همسر من توهین بکنه سارایا؟ فاروق منظورت از این حرفا چیه؟ سارایا جواب منو بده. سارایا به هم بگو! داداش تو رو خدا دیگه با سمشب به اندازه گفتی همی اذیت شد. عثمان خواهش میکنم تو دخالت نکن. خیلی خوب، اون که چیزی نگفت. چرا سر اون داد میزنی؟ ما خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم. اسمش عمره. اون پیش پدر من کار میکرد. از بچگی هم دیگر رو میشناسیم. چیزی دیگه ای هم ندارم که بگم. اون منو با چاقو زد. فکر کردم لات محل است. برای همین پیگیری نکردم سرایا. تازه الان باید این قصه ها رو بشنوم. از چی حرف میزنی؟ کدوم قصه؟ هیچی نبوده. اون پدر و مادر نداشت. خانواده من بزرگش کردن. فقط همین. تو اینطوری فکر کن. اون یه حس دیگه بهت داره. میفهمی؟ اون فکر میکنه صاحب توه سرایا. گناه من چیه آخه؟ نمیفهمم. میخوای بگی من مقصرم؟ اگه از همون ابتدا همه چی رو به من میگفتی ماجرا به اینجا نمیکشید سرایا. من اصلا فکرشم نمیکردم این قضیه بخواد به اینجا برسه. باید فکرشو میکردی. اون میخواست ما رو بکشه. اینو باید میفهمیدی.
معذرت میخوام. بله باید میفهمیدم حق با توی، ولی نفهمیدم. برای من هیچی مهم نیست، واقعا نمیبینی؟ فاروق اگه بلایی سرت میومد من باید چیکار میکردم؟ میتونی تصور کنی اگه تو رو از دست میدادم چی میشون؟ اگه تو بلایی سرت میومد چی؟ من همه چی رو خراب کردم. آره مزخرف نگو، بیا بریم داخل. بیا فاروق، نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم. زندگی دخترمو نجات دادی. ممنون، هممون شب سختی داشتیم. شب همگی بخیر. مراد، چیزی میخوری برات بیارم؟ چایی یا قهوه بیارم؟ نه بابا، میخوام بگیرم بخوابم. حالت خوبه؟ بعد از اون اتفاقاتی که تو عروسی افتاد؟ فیلم اکشن بود. شبت بخیر. چطوری؟ داداش، دوست داشتم بگم عالیه ولی وضعیت مشخصه. هیچ کس دوست نداشت اینطوری بشه ولی شد. ایپک چطوره؟ خیلی ناراحت. عروسیش نابود شد. منم طرفش خیلی نمیرم. ولی با این حال همسرتو تنها نذار. پسره کی بود؟ یه احمق روانی. میندازنش زندان. اره فردا میبرنش دادسرا. شب بخیر. آبجی، میخوای برات یه نوشیدنی گیاهی بیارم؟ گلگاف زبونی چیزی؟ امشب خیلی بیرون موندی. نه عزیزم، چیزی لازم ندارم. ممنون. آبجی، خدا رو شکر کسی چیزیش نشد. بقیهشم به مرور زمان فراموش میشه. تو رو خدا خودتو اذیت نکن آبجی. شب بخیر.
مامان؟ مامان درو باز کن. نمیخوام هیچ کسو ببینم. عزیزم خوبی؟ فکر کنم اگه دوش آب گرم بگیرم بهتر میشم. نگاه کن هنوز دستم داره میلرزه. من کنارتم نترس، همیشه منتظر این لحظه بودم، اینکه دستمو بذارم دور کمرتو بغلت کنم. میدونم، برم یه دوش بگیرم. تو هم بخواب و استراحت کن، اینجوری واسه تو هم بهتره. بهتره بخوابیم. نه نه اسما سلطان وقت ندارن. بله حتما بهشون میگم تماس گرفته بودین. خیلی ممنون، روز باده. شما بخیر، خدا نگهدار. باده وای صبح تا حالا همش این تلفن زنگ میخوره، خسته شدم. اینو بگیر. آبجی به اسما سلطان سر زدی؟
نه. یعنی تا الان خوابه؟ حتما نشسته همه چی رو زیر و رو کرده. وای دیگه نمیتونم جواب تلفن بدم. باده دخترم اون تلفن رو جواب بده. باده مگه با تو نیستم؟ تلفن رو جواب بده. منزل بوران بفرمایین. من مطمئنم این خوشگله کاره میکنه. خوشگله منظورت کیه؟ ایپکو میگی؟ باده گفت دیشب آقا فکرتو از اتاق بیرون کرده و بعدش لباساشو عوض کرده. میدونی؟ بنده خدا فکرتم توی اتاق دیگه‌ای بوده. به نظر تابجی یکی دیگر رو میخواد. گلستان ساکت. دیگه این حرفا رو نزن. دیشب تو این خونه طوفان بپا شد. اون وقت تو این حرفا رو میزنی؟ بفرمایید. بیا ببین. ببین روزنامه بورسا چی زده. هر چی شده همه رو پخش کرده. ای وای. مصطفی اینا رو از جلوشش بردارید. اگه کسی هم پرسید امروز روزنامه نگرفتی. سریع قایمش کنیم. برو ببرش تو ساختمون. ببرش تو ساختمون. باشه. منزل بوران بفرمایین. بله چشم. بله بله حتما. همین الان میرم به خانوم میگم. باشه چشم. وای چی شد؟ چرا رنگت پرید؟ منشی والی بود. والی و رئیس کلانتری میان اینجا. منم گفتم باشه تشریف بیارین. یه وقت اسما سلطان عصبانی نشه. جانم آبجی نورگل. ببخشید والی برای دیدن شما میخوان بیان. باهاتون تماس گرفتن شما جواب ندادی. به مادرم گفتی؟ باشه خودم میگم. هنوزم با من قهری؟ نه. صبح خیر. صبح خیر. اگه دیشب باهات بد حرف زدم ببخشید. اشکال نداره پیش میان. همه چی رو به راهه؟ انشالله درست میشه. میخوام برم مامانو ببینم. آقا والی اینا قراره بیان. بعدن حرف بزنیم. مامان میخوام بیام تو. حتما تا صبح نخوابیدی. آره برای اون مراسم خیلی زحمت کشیدی، خیلی تدارک دیدی. شرمنده ام مامان. بچه که بودین میشستم بازی کردنتون رو نگاه میکردم. به روزایی که بزرگ میشین فکر میکردم. سربازیتونو، عروسیتونو. بچه ها با رویاهای مادراشون بزرگ میشن. مادرشون تو دل اونا امید و عشق میکاره و صبر میکنه تا رشد کنن. منم خیلی صبر کردم. منتظر موندم. اسم بورانو، اصالتمونو میخواستم تو شماها ببینم. من فقط دیشب آرزو به دل نموندم، بلکه اعتبار 400 ساله بوران به باد فنا رفت. من از وقتی که خودم رو شناختم مسئولیت این اسم رو به دوش کشیدم. همه ی تلاشم رو کردم و این کار رو میکنم. درسته دیشب برای همه ما یه فاجعه بود، اما سر پاییم. امروز تو بورسا همه تو خونه هاشون دارن درباره ما حرف میزنن. میدونم 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 مامان جون، ولی ما مقصر نیستیم. ما مقصر نیستیم. تقصیر اون زنه.
مامان اون زن همسر منه، اونم گناهی نداره. کسی که از باغ گل رد میشه بوی گل میگیره. نمیدونم از کجا اومده، چطوری بزرگ شده. نگاه کن ببین اطرافیانش چه مدلی هن. میگی زنمه، ولی خودت هم از هیچ کدوم اینا خبر نداری. میدونم دوستش داری، عاشقشی، با چشم دل نگاش میکنی، ولی اینو یادت نره که این عشقی که میگی یه روزی تموم میشه. هیچ کس حتی زنت نمیتونه جای خانوادتو بگیره. این ماییم که باقی میمونیم. مامان سرایم عضوی از این خانواده است، اونم مثل ما تا ابد تو این خونه زندگی میکنه. سرایایی که واسه دومین بار نزدیک بود به کشتنت بده؟ اگه بلایی سرت میومد چی؟ ها؟ امکان نداره اونو ببخشم. خانواده یعنی همین دیگه. تو هر وضعیت و شرایطی باید کنار هم دیگه باشن. تو اینا به من یاد دادی. یالا دیگه بلند شو آماده بشیم. بلند شو، بلند شو. والی و رئیس کلانتری میخوان بیان اینجا برای دیدن شما. بلند شو. حوصله ندارم کسی رو ببینم، ولی نمیشه به مهمون بی احترامی کرد. عزیزم اگه دوست نداری میتونیم برای صبحونه نریم. نه عزیزم، مگه میشه؟ مامانت خیلی به این چیزا اهمیت میده. منم گشنم شده. خب اگه دوست داری میتونیم بریم توی رستوران صبحونه بخوریم. ها؟ چطوره؟ با این وضعیت چطوری برم بین مردم؟ بهت که گفتم دوست ندارم کسی رو ببینم. دیروز خیلی سخت گذشت. بذار یکم به خودم بیا، بعدش میریم بیرون. باشه، من برم دست و صورتم رو بشورم، بعد میام برای صبح. تو برو. باشه. آسیه، ظرفا رو ببر سر میز. گلستان، تو هم دست بجنبون. تا آقا والی اینا نیومدن همه چیز آماده باشه. اسما سلطان از اتاقش میاد بیرون. صبح بخیر، خیلی گشنمه. چی دارین واسه خوردن؟ وای پسرم، صبر کن، داغ معده درد میگیره. آبجی نورگل، به خدا کارت درست. وای قربونت برم. مراد گوش کن، غیبت نزنه ها، والی اینا دارن میان، مامانت بعدش میاد اگه نباشی. چقدرم به من میاد این رفتار؟ آی از دست تو. خالی نخوره. مراد اینو بگیر. خیلی ممنون. مراد میشه یه خورده حرف بزنیم؟ بعد از اون شب دیگه نشد حرف بزنیم. کدوم شب؟ همون شبی که اومدم تو اتاقت برات قهوه آوردم. آخ آره، اون شب من خیلی مست بودم، اصلا چیزی خاطرم نیست. یادمه که قهوه آوردی، بعد فکر کنم گرفتم خوابیدم. یعنی یادت نمیاد؟ چیو؟ من و تو، ما. ممنون. صبح خیر مامان. صبح اونایی که تونستن بخوابن بخیر. صبح بخیر اسما خانم.